دوستی خدا رحمت کنه داشتم که همبازی بودیم و بزرگ شدیم با هم و به نام خسرو گلستانی. این خسرو خیلی بچه خوبی بود و شاید بهتر از خودم منو میشناخت و یک روز به من گفت که فرهاد، یک آقاییست این دنبال یه آهنگساز برای فیلمش میگرده. من تو رو معرفی کردم. گفتم من که آهنگسازی نمیکنم، که برای چی من رو معرفی کرد؟ من که تا حالا موسیقی فیلم ننوشتم، قطعات. گفت خب این همه کار ساختی. گفتم آره، این برای دل خودم چیزی ساختم، ولی برای فیلم که من چیزی نساختم، نباید این کار رو میکردی. خلاصه دست بر نداشتم و دیگه از اون طرف هم باز در منزل با آزرم این مطلب رو در میون گذاشتم. او هم گفت تو میتونی، چرا میگی نه؟ گفتم آخه من تجربه این کار ندارم، چطور میتونم آخه؟ گفت نه، من میبینم تو میتونی انجام بدی این کار رو، قبول کن. به هر حال دیگه اونا هر دو اصرار کردند و من هم پذیرفتم. به هر حال این کار انجام شد و برای من باز یک راه دیگری باز شد. برای اینکه یه مقدار فکر میکردم یه جورهای دیگری هم میشه کار کرد. مثلا وقتی این موسیقی رو نوشتم، میخواستم ضبط بکنم، به کارگردان گفتم که من دلم میخواد که همزمان با اجرا فیلم هم پخش بشه. میدونید اون زمان همچین کار آسونی نبود. سینک این دو مطلب با هم دیگه کار ساده ای نبود. در استودیوی به هر حال این فیلم ها رو با زحمت آوردند اونجا و آپاراتی بود و ما هم مشغول کار شدیم و اینا، تا چگونه با هم همزمان شروع کنیم نمیتونستیم این کار کنیم. از طرفی هم فیلم هی پاره میشد، فیلم پاره میشد و حوصله بچه هم سر میرفت. بچه هم کیا بودن؟ از نوازندگان مطرح اون روزگار که در ارکستر گلها و در ارکستر سمفونیک کار میکردن و خودشون هم معلم هنرستان بودند و نوازنده های خیلی خوب بودند. خیلی زود حوصله شون سر رفت و گفتن نه، اینجوری نمیشه، این هیچ وقت به نتیجه نمیرسه، چرا خودت رهبری نمیکنی؟ به جای اینکه ما نگاه کنیم فیلمو بزنیم، خب خودت رهبری کن، خودت حالات فیلمو بلدی. و کار کردم، خوشبختانه سینک شد. بعد گفتن خب حالا ببینیم با فیلمم سینکه یا نه، چون چند جای ضربه ای میزدیم، موسیقی باید با اون ضربه ها هم جور میشد، چون مثل تکنیک الان نبود که همه کار بشه انجام داد، که خیلی کار مشکلی بود. و به هر حال خود کارگردانم دید چقدر خوب در میاد و چقدر خوبه و هیچ مشکلی نداره بود. بقیه کار رو هم به هر حال به این روال ضبط کردیم دیگه، با اون شناختی که من از فیلم داشتم، از حرکت فیلم داشتم و میدونستم که اینجا تمپو چگونه هست، چه جوری هست، با اون حرکت ارکستر رو جلو بردم و کار ضبط شد و به نسبت به زمان خودش کار خوبی شد. یعنی اصلا برای خود من هم حقیقتش چیز نبود، که قابل قبول نبود که بگم که خب اولین کارم اینجوری از آب در بیاد که هر کی بشنوه هم تحسین کنه و تعریف کنه و همشون نوازنده های حرفه‌ای ارکسترای مهم اون زمان. و خب از اون زمان به من به یه نگاه دیگه، یه جور دیگه نگاه هم میکردن، گفتن خب اینا رو اینکه نوازنده است، خب بالاخره قطعه خوبی هم ساخته و آهنگ خوبی هم ساخته بود،
و روم قضاوت‌هاشون عوض شد. من جوان بودم، یه قطعه ساختم به نام دلانگیزان. برای اولین بار آمدم ریتم‌های لنگ رو وارد ارکستر کرده بودم، خیلی شلوغش کرده بودم خلاصه. بعد خب نوت رو دادم به آقای دهلوی که اجرا بکنه، نگاه کرد گفت چرا اینجوری نوشته، خیلی سخته، نمیشه این اجرا کرد. گفتم چرا دیگه آقا، میشه، خیلی کار کردم و اینا. گفت نه آخه خیلی پیچیده است، خیلی ریتم‌های عجیب غریبی داره و اینو نمیشه اجرا کرد. من به شوخی که نه، البته همین جوری گفتم خب اگر اینجور اجرا کنیم میشه دیگه این کارا رو بکنیم. خب آقای دهلوی هم مدیر جالبی بود، به هر حال هیچی نگفت به من. سر ارکستر گفت که به بچه ها گفت جلسه بعد من نمیام، آقای فخرالدین قطعه ساختن، خودشون رفتنی کنم. گفتم آقا من که نگفتم خودم رهبری کنم، گفتم اگر اینجور کار کنید در میاد. گفت نه حالا خودت میفهمی، میری رو صحنه متوجه میشی که در نمیاد. دم عجب کاری گذاشت رو دست من. خب قبلا با بچه های اینا با ارکستر یک کمی کار کرده بودم، یک کمی تجربه این کار رو داشتم، ولی این کار خیلی قطعه سختی بود. به هر حال دیگه روز موعود رسید و من رفتم رو صحنه. بود حالا نوازنده خود ارکستر بودم، تو همون ارکستر نوازندگی میکردم، ولی ارکستر یه جور دیگه میدیدم. حالا دیگه البته خوشبختانه اکثر بچه ها شاگردان بودن و خب چهره ها مثل که دیدم مثل کلاس است که خب یه خورده بزرگتر شده، حدود 50 نفر بودن و حالا چهره ها آشنا بود و اینها. شروع کردم به کار کردن، دیدم در نمیاد، خیلی مشکله، خیلی سخته، چیکار کنم، خدا خیلی بد میشه که آخه اگه در نیاد. خیلی روز سختی بود برام، تعطیل کردم ارکستر رو، گفتم خب بچه‌ها حالا بریم دیگه، بالاخره یعنی زمان کار تمام شد، نتیجه لازم رو نگرفتم. یکی از شاگردام اومد گفت آقا این قطعه چیزی نمونده بود در بیادا. گفتم یعنی چی؟ گفت شما اگر این باگت رو به پوپیتر میزدید ما میتونستیم بزنیم، اگر این کارو میکردید، این ریتمایی که پیچیده است این کارو میکردید، اینا رو میزدید به باگت، راحت در میامد. دیدم حرف بدی نمیزنه، در واقع یه درس از شاگردم گرفتم. روی این زمینه فکر کردم دفعه دیگه. بعد اومدم همین رویه رو به کار بردم، دیدم آره قطعه داره در میاد، جایی که در نمیامد همین کارو میکردم. بعد در داخل ارکستر دیدم یه تحولی داره به وجود میاد، بچه هم یه عجب قطعه قشنگی، چقدر خوب صدا میده. بعد صدای آقای دهلوی رو شنیدم از توی سالن که فکر کردم نیامده، چون اون دفعه هم که نیامده بود، که آه این که خیلی قطعه قشنگیه، که چرا میگید در نمیاد، این که خیلی قشنگه، که گفتم ما هنوز در نیامده. بعد به اتفاق آقای مصطفی پورتراب اومده بودن این قطعه رو بشنون، هر دوشون گفتن عجب قطعه جالبی شده. گفتم هنوز کار داره، بذارید حالا یه خورد. گفتن آقا پس بذارید بشنم. گفتم نه، چند دقیقه دیگه به مهلت بدید، بذارید این خورده کاریاش هم کار کنیم. بعد قطعه رو اجرا کردیم. Thank you.
خب این در رادیو خیلی سر و صدا کرد که فلان کس قطعه اینجوری نوشته بود، فلان بود، خودش رهبری کرد، فلان چی جست گریخته دیگه. میشنیدم که صحبت این هست که من در رادیو رهبر ارکستر بشم، جدی نمیگرفتم. مثلا یادم هست که از بران میشنیدم که آنه وقتی ما شما را این آدم ها که برای چی آقا؟ که برای رهبری ارکستر. آقا لطف دارین، اختیار دارید. نه والا. همینطور چند نفر از دوستان دیگر باز گفتن که آه صحبت تو بوده و تو قراره که رهبر ارکستر بشی و فلان اینا. زمانی بود که آقای تورج فرازمند داشت می آمد به رادیو و فرازمند برای اینکه کار رو کاملا محکم بکنه از 8 موسیقیدان مطرح اون زمان، مثلا مثل خود آقای حنانه، ناصری، حیب‌الله بدیعی، تجویدی، نمیدونم بنان و دو سه نفر دیگر، میگن که مثلا شما 3 نفر رو به عنوان رهبر ارکستر بزرگ معرفی بکنید که کیا باشن. که یک روز منو تورج فرازمند خواست و دید بهم تبریک گفت. گفتم آقا چیه، چه خبر شده؟ گفت هیچی، از 8 نفر نظر خواستیم، اسم شما تو 8 نفر هم هست، همشون شما رو از اون 3 نفری که قرار بوده معرفی کنن یکی از اونها شما بودید و با حد اکثر امتیاز به عنوان رهبر ارکستر بزرگ رادیو تلویزیون ملی ایران انتخاب شدید. البته خبر این رو من قبلا هم عرض کردم، مثلا از آقای بنان یهو میشنیدم که میگفت که من به شما رأی دادم ها، و دوستان دیگر هم همینجور میرسیدم به من. مثلا من خودم فکر نمیکردم اینجور خواهد شد، ولی به هر حال خب میشنیدم که یه چنین وضعیتی اونجا هست و مسئولیت این ارکستر رو من دیگه از اون زمان پذیرفتم تا خرداد 58 که دیدم واقعا نمیشه کار کرد. یعنی شرایط فراهم شده بود که نمیتونستیم اونطور که باید و شاید به موسیقی برسیم برسیم. ساز تنبور هم یه کارایی کردین، میشه بگین رو ساز تنبور چیکار کردین؟ هر شبت که تنبور خراسان رو، پرده بندیش رو فارابی در کتاب موسیقی کبیر تشریح کرده. دکتر برکشلی هم در این زمینه کار کرده بود و مقاله خیلی مفصلی هم در این زمینه داشت. خیلی دوست داشت که یک نفر پیدا بشه تا این تنبور رو بسازن و عرض شود که ببینن که این تنبور با سازهای امروز ما مثل تار و ستار از نظر پرده هایی که بر روش هست چه تفاوت هایی داره، چگونه هست، صداشو بشنون. یک روز گفت که من خیلی دلم میخواد یک نفر این کار رو انجام بده. من گفتم من انجام میدم. پشت میزش نشسته بود، منو صدا کرد. خب من جوان بودم اون زمان. 3 تا از موسیقیدانانی که قبلا شاگردش بودن و چهره های شناخته شده بودن در موسیقی ما، گفت این 3 نفر با هم هم نتونستن این کار انجام بدن، تو تنهایی میخوای انجام بدی؟ گفتم من میتونم دکتر. گفت خب پس بکنید. دستور داد، یه تنبور به من دادن و گفت مشغول شو. و من خب البته سخت بود، آسون نبود واقعا، تمام با چیزهایی که زیاد تمایل نداشتم سر و کار داشتم، مثل لوگاریتم گرفتن و نمیدونم با ریاضیات و این مباحث. ولی خب دیگه خودش بهمون درس داده بود و شاگرد خوبی هم بودم و یاد گرفته بودم و مشغول شدم و این کار انجام شد. انجام شد و دکتر برکشته خیلی خوشحال شد و یه آگهی هم در روزنامه داد که در فلان روز این
سخنرانی این کنفرانس اجرا میشه که در زمانی بود که هنوز درس میخوندم در هنرستان، در هنرکده، در هنرستان عالی موسیقی به اصطلاح. و جالبه که اونجا سوال میکردن که خب مثلا بر روی این تنبور میشه شور زد؟ من میگفتم بله، و میزدم، میگفتم اینم شور. میشه نمیدونم بر روی این همایون زد؟ میگفتم بفرمید، اینم برا. چیزی که مهم بود که برای دکتر برکشلی و خودم خیلی حائز اهمیت بود این بود که موسیقی ما از زمان فارابی که اون زمان حدود 1000 سال فاصله داشت تغییر چندانی نکرده و نتیجه‌ای که میتونستیم بگیریم این بود که موسیقی ما ادامه همون موسیقی ساسانیان هست.